کد DF یا DC چه کدیه؟ و اینکه وقتی اسپلیتین رو به ما نشون میده در واقع چه فرآیندی داره صورت میگیره؟ برای آگاهیش تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سلام دوستان، من رایان هستم و اینجا کانال AC اقراریه. اول از همه ازت میخوام که دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا اول نفر باشید که از ویدیو ما دیدن میکنید و همچنین لایک رو فراموش نکنید. خب دوست عزیز، من به طور هفتگی ویدیو درباره سیستم های سرمایشی و گرمایشی قرار میدم و چیزی که امروز میخوایم با هم بررسی بکنیم مربوط میشه به کد DF و DC. خب اول اینکه اصلا داستان فرایند زمستانی برای اسپلیت ها با تابستان کاملا متفاوته و موضوعی که وجود داره اینه که شما باید اسپلیت رو به عنوان یک مکمل گرمایی در نظر داشته باشید، اما حالا یک زمانی پیش اومده و ما میخوام ازش استفاده بکنیم، مخصوصا با شرایط به اینکه گاز بعضی وقت قطع و وصله و یه شرایط سختی داره به وجود میاره. شما میخواید استفاده بکنید با یه سری از کدها باید آشنا باشید که فکر نکنید دستگاه خراب شده یا اینکه براتون سوء تفاهم پیش نیاد که دستگاه نمیتونه اون سرمایشو بده و این داستان گرمایشو و این فرآیندها صورت بگیره. خب چیزی که شما باید بدونید اینه که یک، در حالت تابستانی از این قسمت گرما خارج میشه و در قسمت داخل سرما، اما در حالت زمستان این فرآیند کاملا برعکس میشه، یعنی در این قسمت شما سرما رو دارید و در قسمت داخل گرما. خب این کار میخواد انجام بشه من رو توی یه سری چیزهایی که پارامترهایی که شما باید بدونید که اگر اینها رو شما ندیدید نشوندنده اینه که دستگاه دچار مشکل شده و شما نباید مود گرمایشی یا سرمایشی هم شده ازش استفاده بکنید. خب نشونهایی که میخوام با هم چک کنیم، یک گفتیم باد سرد. خب بالاخره زمستون هوا سرد و شاد، نتونید به طور دقیق این رو شما سنس بکنید، اما یک راه دیگه وجود داره که شما متوجه بشید اینه که در این قسمت دو تا لوله داریم، یه لوله به قطر کمتر، یه لوله به قطر بیشتر. در حالت تابستان میخواد شما استفاده بکنه برای سرمایشی، این لوله رفت میشه و این لوله برگشت، که حالا به اسپلیت هایی که لوله موینشون اینجا باشه این سردتره و این یه مقدار گرمتره و گاز خنکه در واقع برمیگرده و یه اسپری مایه. خب ولی در زمستون چه اتفاقی میفته؟ این لوله میشه رفت، گاز داغ از کمپرسور مستقیم میره به سمت اواپراتور و این قسمت میشه مایع اسپری شده که برمیگرده به داخل کمپرسور. خب پس این فرآیند کاملا داره ول عکس میشه، یعنی داخلی میشه کندانسور یا همین پنل بیرونی و این قسمت میشه در واقع پنل داخلی خونه شما که این میاد وارد کندانسور میشه و بعد از کندانسور وارد کمپرسور میشه. خب اگر در زمستان شما اون گرما لازم رو نداشته باشید، مخصوصا اگر یخ‌زدگی رو لوله مشاهده بکنید یا لوله بالا داغ‌تر از لوله پایین نباشه، نشون دهنده اینه که سیکل دستگاه مشکل داره و داره فرآیند درست رو انجام نمیده. خب این از این یه راه تست بود که شما متوجه بشید و اینکه چرا حالا می‌رسیم به این کد. ببین دوستان، موقعی که دما محیط بیرون پایین باشه این نسبت رادیاتوری که وجود داره تو زمستون، اینا وقتی هوای محیط سرد میشه اینا برفک میزنن و وقتی برفک بزنه دیگه هوایی که باید عبور پیدا بکنه از بین این فین ها از بین میره. خب پس نمیتونه دستگاه دیگه فرآیندش رو درست انجام بده. چه اتفاقی میفته؟ میاد برای اون حالت شیربرقی قطع میشه و حالت دیفراست که همون DF یا DC که گفتیم، حالا دیفراست و حالا DC هم که همین دیفراست کمپرسور، میاد این حالت صورت میگیره، سیستم پنل داخلی استوب میخوره یا دورفن میاد پایین، دریچه ها میره بالا و شروع میکنه به گرم کردن این لوله ها، که وقتی این لوله گرم میشن شروع میکنه به آب کردن این یخهایی که به وجود اومده. بعد این برفک ها که از بین رفت، دمای لوله رفت بالا، اونجا سنسور پایپ داره و ATC اینا سنس میکنن که دما رفته بالا و الان زمانیه که اتاق فضاش سرده و باید ما سیستم رو ران بکنیم مجددا. خب در این حالت اتفاقی که میفته اینه که مجدداً سیستم فعال میشه و شما گرمایش رو از پنل داخل دارید و سرمایش رو از پنل خارج. اما بازم خدمتتون میگم به عنوان مکمل در نظر بگیرید و اگر میخواید این کارو بکنید حتما در ویدیو بعدی که ما قرار میدیم مربوط میشه به تمیز بودن فیلم ها و نشونهایی که شما از کجا بدونید کندانسور کثیفه و یا تمیزه، یا اینکه اگر کثیفه چه اقداماتی رو لازمه انجام بدید. خب دوست عزیز، امیدوارم از
اطلاعاتی که بهتون ارائه دادم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنین دکمه لایک، سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. دوست داریم اولین نفر باشید که از ویدیو ما دیدن میکنید و همچنین برای دوستانتون بفرستید تا همین نکات ریز رو رعایت بکنم. امیدوارم که براشون مشکلات بزرگ به وجود نیاد. یا هم.